دو الی سه سالمون ذخیره اسکناس باید داشته باشیم. خزانه که باز میشه. به طور کلی عمر متوسط اسکناس های ایران 5 ساله. در قلب بانک های ایران قرار داریم. ما هم پولی به نام پول مستعمل و کهنه نداریم. شما کیف دارید آقای؟ یه دونه، اینم دو تا. در ادامه سلسله گزارش‌های آنجا که افراد عادی راه ندارند به بانک مرکزی آمدیم. هماهنگی برای ورود کار ساده‌ای نبود و البته مجاز نبودیم از خیلی درها تصویر بگیریم. خب دوستان، در قلب بانک‌های ایران قرار داریم، بانک بانک‌ها. آقای جلیلیان بفرمایید که چه عیدی برای مردم دارید در این شب عیدی؟ عرض بکنم خدمتتون، اسفند ماه می‌دونید که به هر حال شرایط خاصی در بانک‌ها حکم فرماست. به هر حال پایان سال مالی است. پرداخت‌های مضاعفی که دستگاه‌های دولتی پرداخت می‌کنند، بانک‌ها به دلیل مراجعات بسیار زیادی که دارن ازدحامی درشون هست. ما مشکلی از نظر پول نداریم، یعنی بحث کمبود اسکناس مطلقاً موجود نیست. ذخایر احتیاطی که بانک مرکزی داره مثل همه بانک‌های مرکزی حدوداً برای یک سال و نیم آینده حتی ما نیاز اسکناس کشور رو تأمین شده داریم. از مسئولان درباره پول‌های آلوده و کثیف سوال کردم. پولی که به صورت نو چاپ میشه کثیف نیست. در کل پول توی جامعه هرچی گردش پیدا میکنه بر اثر مرور زمان و دست به دست شدن یه آلودگی های خاصی میگیره که بهش میگن پول کثیف. عمر اسکناس که دو دست ایرانی هست چقدره؟ به طور کلی عمر متوسط اسکناس های ایران 5 ساله. اسکناس های درشت‌تر عمر بیشتری دارن. بله. و اسکناس های ریزتر 100 ریالی، 200 ریالی، 500 ریالی، 1000 ریالی چون سرعت گردش بیشتری دارن عمرشون کمتر. متوسط بین المللی چقدر است؟ در کشورهای اروپایی حدود 10 سال تا 12 سال، یعنی دو برابره. بله بله. این واقعا بده برای ایرانی، درسته؟ به هر حال این برمیگرده به فرهنگ نگهداری اسکناس که ما از مردم عزیزمون می‌خوایم که اسکناس ها رو تمیز نگه دارن. درسته. داخل کیف بگذارن. چون شرکتی نگه می‌دارید؟ کل کارمندای بانک تو کیف نگه می‌دارن. می‌تونی ببینی؟ کیف من بالاست تو اتاقه. شما چی؟ شما کیف دارید آقای؟ بله، یه دونه، اینم دو تا. احسنت به شما. پول همیشه صاف و بدون صاف. بله. حالا تمام بانکی‌ها اینجوری هستن فکر کنید یا که فقط اتفاقشون اینجوری هستن؟ بله. یعنی کسی می‌خواد مردم از این من از کیف استفاده بکنن. وارد خزانه پول‌های کهنه‌تر می‌شیم. این خزانه اسکناس‌های مستعمل و اسکناس‌های فرسوده است. درست. اسکناس‌های مستعمل اسکناس‌های مازاد بانک‌هاست. بله. که در صورت عدم نیاز به بانک مرکزی برگردونده میشه. در بانک مرکزی هم این اسکناس‌ها تفکیک و سالم‌سازی میشه. بخش فرسوده‌اش برای امها آماده میشه و بخش قابل خرجش مجدداً به بانک‌ها برمیگرده. اگر تکنولوژی این قابلیت رو داشت که ما بو رو هم منتشر می‌کردیم به خونه‌های شما، متوجه می‌شدید که چه بوی بدی داره. آقای قدس، خیلی بوهاشون بد هست. بسیار بوی نامطبوعی داره. بله. اسکناس‌های فرسوده‌ای که از بانک‌ها آوردن یا در همین بانک مرکزی اسکناس‌هایی که پاکسازی شدن، بخش فرسوده‌اش تو این خزانه. یعنی اینا کامل باید بره امها بشه، درسته؟ کلی باید امها بشه. به هر حال کل اسکناسایی که در سال امها میشه حدود 100 الی 120 میلیارد ریال هزینه داره. بله، و این از جیب من و شما و باقی ملت بره. بهتره که اینا رو مراقب باشید. حتماً. اسکناس ها هر ساله تجدید چاپ میشوند. اسکناسایی که ما سفارش میدیم به سه منظوره. یکی برای جایگزینی اسکناسای فرسوده است. بله. یه بخشش برای انتشار جدید اسکناسه و بخش دیگرش مربوط به ذخایر اسکناس میشه. درست. که معمولاً ما برای دو الی سه سالمون ذخیره اسکناس باید داشته باشیم. و اما در این شب عیدی، شما خاطرتون هست بچگی عیدی میگرفتید؟ بله. خب عیدی رو معمولاً عیدی نو میگرفتید. بله. درسته؟ الان حاضر هستید خودتون عیدی کهنه بدید به مردم؟ مطلقاً. با توجه به وسعش هر کی هر مقداری خواست عیدی بده، ولی همه میتونن پول نو بدن. از همین بله. پولایی که شما تهیه دیدید و به اصطلاح نو هم هست، مردم از بای قرآن میگیرن. انشاءالله. در آخر این گزارش آرزو نمی کنم جیب هاتون پرپول باشه، بلکه به اتفاق همه همکاران بانکی به ویژه بانک مرکزی که این روزها بیشترین حجم کاری رو دارند، آرزو می کنیم انشالله در سال جدید رزقی حلال و پربرکت داشته باشید.